اهل بدن علیهم السلام سفارش به دو وعده غذا یا یک وعده غذا در روز کردن؟ جه. دو وعده غذا هم بهتره که صبح باشه و شب باشه، و یک وعده غذا هم بهتره که اگه طرف خواهد میخوره فقط شب باشه. نهی کردن اهل بیت اکیدن به حذف شام، یعنی وجود مقدس پیامبر میفهمن که اگر شخصی شامشو دو شب از شامشو حذف بکنه تا 40 شب نمیتونه جبران بکنه ضعفی که از نخوردن این دو وعده براش به وجود اومده. من یک بیماری داشتم، این پزشک بود و خیلی براش جالب بود وقتی من بهش گفتم شما اگر میخوای غذا بخوری سعی کن نهار نخوری، صبحانه بخوری و شام بخوری. ایشون یک کشوری نام بردن که حالا الان من اون کشور اسمش تو ذهنم نیست بخوام بیان کنم. گفت من چند وقت اونجا کار تحقیقاتی انجام میدادیم، میگه به هیچ وجه اصلا نهار نداشتن، یعنی تایمی برای نهار تعریف نشد. صبحانه که به ما میدادن صبحانه مفصل بود و ما ادامه مباحثمون رو داشتیم، تحصیل و تدریس و کار خودمون و تحقیقاتمون انجام میدادیم، چیزی نبود. تا غروب میشد، نزدیک شب که میشد، اون موقع یه وعده غذایی داشتن و من همیشه تو ذهنم این سوال بود که چرا اونا به این دارن عمل میکنن. امروز که شما به من گفتید که اسلام دستور داده، تازه من فهمیدم که اونها دارن به دستور اسلام عمل میکنن، نه مایی که سه وعده غذا میکنن.